نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده های عزیز سلام بر شما. با مجموعه دیگر از خبرهای آریانا هرات، من مسیح محمدی در حضور شما قرار دارم. نخست سرخط مهمترین خبرها. کشته شدن 30 طالب مسلح در هنگام کارگزاری و آموزش ماین های کنار جاده‌ای در ولایت بادغیس. رد تسلیم شدن 13 سرباز پلیس ملی به گروه طالبان از سوی وزارت امور داخله کشور. و معتاد شدن جوانان در هرات، اما این بار به فیسبوک. مشروع خبرها. خبر اول را از ماه مبارک رمضان آغاز می کنیم. ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریفترین ماهای سال است. در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده شده و درهای جهنم بسته می شود. در روایات آمده است که در این ماه کتابهای آسمانی قرآن کریم، انجیل، تورات، زبور و همچنان صحف نازل شده است. همکارم فتان افندی به حال و هوای باشنده های هرات در این ماه پرداخته است. باید رفتار نیک داشته باشم در ماه مبارک رمضان. باید در ماه مبارک رمضان، فضیلت ماه مبارک رمضان، باید دست و پوز و چشم و دستشون همه باید در امان باشه. با چشم باید بسونه کسی باید دیده نشه، در عمق جای باید روزه باشه، با ذکر خداوند جل جلاله باشه. ماه مبارک رمضان یک ماه پر خیر و پر برکت است که خداوند عز و جل برای امت اسلامی این فرض گردانیده، چون چی که در قرآن روشن می‌فرماید که کتب علیکم الصیام، یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که شما ایمان آوردید برای شما روزه فرض شده و این روزه که است برای امت مسلمان، به امت اسلامی فرض که باید روزه رو چکار بکنه بگیره. بیشتر جوانان به فیسبوک معتاد شدند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند استفاده بیش از اندازه از اینترنت جوانان را در دراز مدت با خطر روبرو خواهد ساخت. مسئولان این اداره به این باورند که برخی هم از برگ‌های اجتماعی برای بدنام کردن یکدیگر کار میگیرند. همکارم آصف جاهد بیشتر به این موضوع پرداخته است. به منظور بعض مشکلاتی که به رشته حقوق داشتم، معلومات و دیگه میخوام از این اینترنت استفاده کنم. و بعض وقتا هم که بیکار باشم میتونم از سرگرمی هم استفاده کنم فیسبوک. چت میکنیم با همراه دوستای خوینا که در خارج هستن، دیگه همچنین فیسبوک هم بعضی موقع استفاده میکنیم.
از فیسبوک ما زیادتر فعالیت می حساب چتینگ است چت میکنم آنلاین میشم او دیگه حساب این فایل ها و عکس هایی که داشته باشم با دوستای خود به اشتراک میذارم. اگر به کارهای خوب مثلا به خاطر خبرگیری یا عکس ها یا خبرهای جالبی بگذارم استفاده مثبت یا بیشتر مشتری ما از فیسبوک استفاده می کنم چرا که فیسبوک یک سایت جهانیه همیشه اینا رو ارتباط میده به خارج میتونم از دوستا خو از اینا بازیابی کنم اونا تصویرها اینا رو ببینم و همچنین امو تصویری که دارم امو رو به اشتراک بگذارم. استفاده بیش از حد از فیسبوک شکل اعتیاد به خود میگیره و آدم به شکل از اشکال وابسته میسازه. وابسته بیش از حد به یک پدیده اینترنتی به شدت فکر و روح و روان را صدمه میزنه. وزارت امور داخلی کشور میگوید از مجموع 8 تن از سربازان پلیس ملی که روز گذشته در ولایت فراه ناپدید شده بودند 6 تن آنها دوباره پیدا شدند. در همین حال مقام های محلی در ولایت فراه تاکید دارند که 13 تن از سربازان پلیس ملی در ولسوالی بالابلوک این ولایت با گروه طالبان یکجا شدند. به گزارشی از سونیا عزیزی توجه فرمایید. تیر است ولی برای کنترلی که شما انتقال چیز میروید که ما انتقال دیو پستی کماندار میشه خیلی مرجی میشه مکری و پدر اگر تخت پر از شل کس را وقت از پات در نور دست رو پشت دیده دی که در وسط بود لذت کرد لیمون کماندار لذت سر دوار انجار یه بر پلیس پارک او شل میل وسیله مکری پسر کودرنی وسیله اون دست رو میده پنج تیر است پدر سیب کار کرد اون دیگر کنی پدر آشکاری تا صورت را پیدا که ترموچ را دستی به اندیم اما سوی کلی چیزه. یک سرباز آمریکایی در غرب افغانستان پس از زخمی شدن در یک رویداد شام روز گذشته جان باخت. نیروهای آیساف با نشر یک اعلامیه خبری این موضوع را تایید کردند.
در این اعلامیه اسم و محل دقیق رویداد منتشر نشده است. 3 روز پیش در حمله یک سرباز پلیس ملی در مرکز تربیوی پلیس زون صحاوی پلیس در غرب افغانستان 3 سرباز آیساف کشته و 1 سرباز و 1 مترجم افغان زخمی شدند. یک مقام امنیتی در هرات که نخواست نامش فاش شود تایید کرد که سرباز جان باخته شب گذشته همان سربازی است که چند روز پیش زخمی شده بود. طی 1 ماه گذشته شمار زیادی از طالبان مسلح که در میان آنها اتباع خارجی نیز بودند در اثنای آموزش و کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای کشته شدند. مسئولان در ولایت بادغیس می‌گویند اخیراً کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای از سوی طالبان در این ولایت افزایش یافته و بیشتر قربانیان آن نیز غیر نظامیان می‌باشند. والی این ولایت تاکید دارد که سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه در پشت این رویدادها می‌باشند. به همین منظور ما حاجی شراف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس را با خود داریم. جناب آقای مجیدی سلام بر شما. طی سال جاری چند تن از مخالفان مسلح دولت که در حال آموزش و کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای در ساحات مختلف ولایت بادغیس بودند کشته و زخمی شدند؟ در طی حدود 1 ماه بالاتر از 30 نفر از افراد طالب ها در انجام ماین گذاری ها و یا ساخت ماین ها اینا از بین رفتند که طبق گزارشی که دیشب برای ما رسیده به اثر عملیاتی که در ولسوالی بالامرغاب برای ما رسیده در اثر یعنی عملیات یک تن به نام ملا مسلم یکی از ماینگزارها و متخصصین ساخت ماین از طرف مخالفین در ولایت بادغیس فعالیت میکرد در نتیجه عملیات ها دیشب اولی ساعت 6 از بین رفت و 1 نفرم به نام ملا عبدالله هم امرش کشته شده. بله جناب آقای مجیدی، گفته میشه اتباع خارجی در آموزش ساخت و کارگزاری ماین با گروه طالبان در ولایت بادغیس همکاری دارند. آیا این موضوع درست هست؟ ما دقیقا کسی که در رابطه به مسئله ساخت ماین مهارت خاصی داشت همین فردی بود که پیشتر خدمت شما به عرض رسوندم که کشته شد و گزارش هم البته هفته قبل ما داشتیم در رابطه به مسئله ساخت ماین و یا ترنینگ دادن برای ساخت ماین به یک معلمی که از طرف ایران او استخدام شده بود او هم البته در جمع ما کشته شده ها بود طبق گزارش که ما دریافت کردیم. طبیعتا حتما افراد و اشخاصی وجود داره بین گروه طالب ها که دست به چنین اعمال اونا میزنن. بله و برای آخرین سوال جناب آقای مجیدی، اقدامات شما در این زمینه چی بوده؟ چرا که گفته میشه بیشتر قربانیان ماین های کنار جاده‌ای در ولایت بادغیس غیر نظامیان هستند؟ همین سبب شد که دولت در رابطه به مسئله ریشه‌کن کردن این پدیده دست به کار شد و نتیجه از اون همین بود که این خبری که برای شما دادم این فردی که رهبری ساخت ماین و همچنین تخصص کامل در رابطه به ساخت ساز ماین‌ها داشت که خوشبختانه از بین رفت. با تشکر از شما حاجی شراف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس با ما بودند. ادامه خبرها. ریاست امنیت ملی در ولایت فراه بیش از 200 میل سلاح‌های سبک و سنگین را به روند دایاک تحویل داده است. مقام‌ها در این ولایت می‌گویند این سلاح‌ها از نقاط گوناگون این ولایت در 4 ماه گذشته جمع‌آوری شده است. برگردان گزارش خوشحال زلاند از ولایت فراه را همکارم می‌خواند. و باز هم خبری از ولایت فراه. مسئولان محلی در ولایت فراه از کشف 20 کیلوگرم مواد مخدر خبر می دهند.
جنرال آقا نور کینتوز، قماندان امنیه ولایت فراه، میگوید فرد قاچاقچی قصد داشت مواد مخدر را به کشور ایران قاچاق کند که از سوی پلیس در ولسوالی لاش جویند این ولایت بازداشت شده است. بنابر اظهارات وی، مواد مخدر به دست آمده به ریاست مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت فراه تسلیم داده شد. در جریان سال جاری بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر کشف و 30 تن نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. و خبر اخیر این که در جریان 24 ساعت گذشته نیروهای پلیس ملی 6 عملیات مشترک را با همکاری اردوی ملی، امنیت ملی و نیروهای ائتلاف در مربوطات چند ولایت از جمله ولایت هرات انجام دادند که در نتیجه این عملیات ها 13 تن از اعضای طالبان کشته، 2 تن زخمی و 33 تن دیگر بازداشت شدند. پس از یک وقفه کوتاه همکارم خبرهای اقتصادی را تقدیم می کند. سلام، به خبرهای اقتصادی امروز خوش آمدید. شماری از شهروندان در ولایت غور از افزایش قیمت مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان نگران هستند. این افراد از دولت می‌خواهند تا کنترل بیشتری از قیمت مواد غذایی داشته باشند. سید محمد فقیری گزارش می‌دهد. تاجران ولایت فراه میگویند که شاروالی به نام تجایی و یا پول عقد توقف از آنها نسبت به دیگر ولایت ها پول گزافی میگیرند. به گفته آنها اگر از یک موتر باربوری در نیمروز یا هرات 1000 افغانی گرفته شود، در ولایت فراه 20000 افغانی گرفته می شود. تاجران میگویند اگر دولت به این مشکل توجه نکند، نرخ اجناس در ولایت فراه چندین برابر افزایش خواهد یافت. همکارم گزارش میدهد. تاجران ولایت فراه از اخاذه‌های بلند ریاست شاروالی این ولایت شاکی هستند. به گفته آنها این پول بعد از گمرک کردن اموال به نام حق توقف از طرف شاروالی گرفته می شود. این تاجران می گویند از نزد آنها تا جایی نسبت به ولایت دیگر چندین برابر اخذ می گردد که این خود بالای قیمت اجناس تأثیر دارد. تاجران در فراه می گویند در صورتی که به کارمندان شهرداری پول نپردازند مورد لت و کوب قرار می گیرند. ماشین به هرات میگیره 1000 افغانی، به نیمروز میگیره 500 افغانی، به کندهار میگیره 2000 افغانی، فرا میگیره 20000 افغانی. اگر نداشته باشه امروش بس به زور لکه تو بس به دو دگاه و دگاه دشنام نده. مثلا شاید 20 برابر نیمروز بگیره، شاید 20 برابر هرات بگیره. چرا شاروالی از یک تیکدار 20 برابر هرات میگیره؟ در همین حال رئیس شورای شهر فراه سید احمد خان نیز اخاذه‌های ریاست شاروالی را غیرقانونی می‌خواند. به گفته او ریاست شاروالی باید برای حق توقف مقدار معین را تعیین کند، نه اینکه کارمندان آن هر مبلغی که خواسته باشند اخذ کنند. یک لایحه دارن که شورای وزیران او را ترتیب کردن که از هر کارتون، از هر تن وزن باید یا چیز بگیرن، یا نمی نور مردن نظر نمی گیرن. یک کارتن کیک قیمتش 100 افغانی است، هم 15 افغانی و 10 افغانی می گیرن. یک کارتن سیگرت که قیمتش 8000 افغانی است، 15000 افغانی است، 17000 افغانی است، هم 100 روپه می گیرن. اما عبدالرحیم اسحاق‌زاده شاروال فراه میگوید پولی که به نام تاجایی از تاجران به دکانداران فراه گرفته می شود طبق لایحه حق توقف شاروالی می باشد. شاروال فراه می افزاید که این نهاد یک تصدی بوده و باید به مالیاتی که از شهر جمع‌آوری می گردد هزینه خود را تهیه نماید. اغ لایحه چه مستد مرکز سخراغلی منظور سوی لایحه مجد لایحه به هر زی که چه اغ کسان چه دغه محصول طولی پاغه زایو کی
دا لایسته موجودی خلق هر لحظه کتایسی چی دوی وګوري چی مثلا دا یو کارتن محصول چوم دیدی پلایی که نو یو افغانی چوب دلایی چی اضافه نیسی اخیستل. با افزایش مالیات بر اجناس قیمت آن بلند شده و مردم عام متضرر می شوند. به گفته کارشناس اقتصادی اگر جلو مالیات و اخاذه های غیرقانونی گرفته شود قیمت اجناس چندین برابر کاهش می یابد. نرخ تبادله برخی از اسعار خارجی در بازار اسعار فروشی امروز چنین گزارش شده است. یک دلار آمریکایی خرید 51 افغانی و 60 پول، فروش 51 افغانی و 70 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 63 افغانی، فروش 63 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 27 افغانی، فروش 27 افغانی و 10 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 540 افغانی، فروش 542 افغانی. سپاس از همراهی شما. پس از یک وقفه کوتاه همکارم شرام نظری با خبرهای ورزشی در حضور شما قرار خواهد گرفت. به نام خدا. به خبرهای ورزشی امروز آریانا هرات خوش آمدید. به ادامه پیکارهای فوتسال ولایت فراه که به صورت گروهی بین 16 تیم برگزار شده بود، روز گذشته تیم‌های معارف الف و خورشید سحر در بازی اول به دیدار هم رفتند که تیم معارف تانست با 3 گل زده و 1 گل خورده از صد تیم خورشید سحر بگذرد. در بازی دوم نیز تیم‌های خراسان و شهید نادر به پیکار هم رفتند که 5-4 به سود تیم خراسان پایان یافت. امروز هم به ادامه این مسابقات در بازی اول تیم‌های احمدشاه عبدالی و طلوع به دیدار هم می‌روند و در بازی دوم تیم‌های عدالت و میوند با یکدیگر دیدار خواهند کرد. مسابقات فوتبال جام رمضان در ولایت هرات از چندی قبل بین 64 تیم شروع شده بود که روز گذشته تیم‌های آزادگان و آریانا به دیدار هم رفتند. این بازی 8-8 مساوی شد که در ضربات پنالتی تیم آریانا توانست 5-2 آزادگان را از دور مسابقات حذف کند. در بازی دوم تیم‌های نوایی و رازی به پیکار هم رفتند که نوایی 8-4 توانست رازی را شکست دهد. امروز هم در بازی اول تیم‌های شهاب با نهضت و در بازی دوم تیم‌های میوند با استقامت دیدار خواهند کرد. از توجه دادن به خبرهای ورزشی این ساعت از آریانا هرات سپاسگزارم. به ادامه خبرها توجه فرمایید.